ولی قسمت در رابطه با نحوه ساختن زمان گذشته استمراری در زمان ترکیه استانبولی میخوایم صحبت کنیم. اولا زمان ترکیه در سلام دوستان، برای قسمت در رابطه با نحوه ساختن زمان گذشته استمراری در زمان ترکیه استانبولی میخوایم صحبت کنیم. خب اول باید تعریف کنیم که اصلا زمان گذشته استمراری چی هست و به چه صورت ساخته میشه. خب ببینید دوستان، ما خب خیلی از این زمان در زبان فارسی استفاده میکنیم. زمان گذشته استمراری برای اشاره به کاری هست که ما در گذشته در حال انجامش بودیم. مثلا ما در فارسی میگیم داشتم میرفتم، یا مثلا تو داشتی فوتبال بازی میکردی، آنها داشتند مثلا شام میخوردند، و همیشه در واقع علامتش همین فعل داشتم هست. وقتی که من میگم داشتم مثلا فوتبال بازی میکردم یعنی چی؟ یعنی در حال فوتبال بازی کردن بودم. خب همینو ما میخوایم در زبان ترکی بیان کنیم. خب دقیق بفهمید دوستان، خواهش میکنم. برای ساختن این زمان کافیه که ما سوم شخص رو برای فعل مورد نظرمون در زمان حال بسازیم. در زمان حال چطور میساختیم؟ در حال استمراری. خب میگیم که خب ما یور اضافه میکردیم دیگه برای سوم شخص، به ریشه باید یور اضافه کنیم. مثلا میگفتیم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان، مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن، اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیان پور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام. موفق باشید.